این هفته نبرد علیه اخبار جلی، وقتی ربات ها ماه نقاشی می کنند، تا شدن تا کجا و چطوری میشه شهاب‌بار درست کرد. این روزها بزرگترین انتخابات جهان در هند در حال برگزاریه. انتخاباتی که 5 هفته طول میکشه. 900 میلیون نفر در 20 استان میتونن رای بدن و برنده انتخابات در 5 سال آینده این کشور پهناور رو اداره میکنه. رای مردم هند این بار مهمتر از همیشه است. جمعیت این کشور در 5 سال آینده از جمعیت چین بیشتر میشه و اقتصادش احتمالاً از اقتصاد بریتانیا بزرگتر. ابعاد این فرایند دموکراتیک در دنیا نظیر نداره، ولی موضوعهایی که در حین این فرایند تر میشه کاملا آشناست. اینجا هم رسانه‌های اجتماعی نقش موثری در شکل دادن مواضع سیاسی بازی می‌کنند و اینجا هم اطلاعات نادرست یا همون اخبار جعلی معروف برای اثرگذاری بر قضاوت مردم به کار گرفته میشه. مشکل اینجاست که طبق پژوهشی که به همت بی بی سی پارسال انجام شد، معلوم شد که مردم عادی هند چندان به دقیق بودن خبر و واقعیات اهمیت نمیدن و اگه خبری باشه که عرق و هویت ملیشون رو تقویت کنه، احتمالی که پخشش کنن بسیار بیشتره. و این موزل همون قدری که روی فیسبوک هست، روی واتساپ هم هست. چون وقتی یک عضو خانواده یا یک دوست پیامی بفرسته، احتمال اینکه دریافت کننده باور کنه و برای بقیه هم بفرسته بیشتره. به گزارش همکارمون دیوید رید، حالا کمیسیون انتخابات هند با غول‌های شبکه‌های اجتماعی وارد مذاکره شده تا بتونه جلوی سیل این محتوای مسموم رو بگیره. خبر جعلی میتونه هر کسی رو گول بزنه، اما در هند به طور خاص تأثیرش زیاده. من اخبار رو از شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ و فیسبوک و کانال‌های خبری می‌گیرم. فیسبوک، واتساپ، اینستاگرام. پارسال بیش از 30 نفر در اغتشاش و آشوبی که به خاطر شایعه‌های بی‌اساس در رسانه‌های اجتماعی راه افتاده بود، کشته شدند. این سازمان غیردولتی آستین بال زد که برای این موزل کاری بکنه. فراگیر شدن سریع اینترنت همراه مثل یک زلزله فرهنگی بوده. مردم خیلی راحت اخبار دروغ ولی داغ رو باور میکنند و بدون توجه به تأثیرش برای بقیه هم میفرستند. هند قطعاً دچار مرض فالو، شیر، فوروارد، لایک، یعنی دنبال کن، همرسان کن، بفرست و لایک کن شده. اخبار دروغی جذاب است. آدم ها را نگران میکنند. مثل خبر بد میمانند که به نوعی خیلی جذاب است. انگار حس بدی نسبت به فرستادنش برای بقیه نداریم. نمیفهمیم فرستادنش برای دیگران چه اثری ممکن است داشته باشه. دنبال کن، بفرست، همرسان کن، لایک کن. در دوران انتخابات هر مطلب داغی که به نوعی ربط داشته باشه به هویت مردم، این 4 تا کاری که گفتم رو به دنبال خودش میاره و هستند سیاستمدارانی که از دامن زدن به تنش‌های اجتماعی هیچ ابایی ندارند. برای همین کمیسیون انتخابات هند نگران به خطر افتادن فرایند دموکراسی به خاطر اخبار جعلی و رفته به سراغ غول‌های رسانه‌های اجتماعی تا اونا کمک بگیره جلوی این ماجرا رو یه جورایی بگیرن. واتساپ پیام دست جمعی رو محدود کرده. هر کس یک مطلب رو حداقل برای 5 نفر میتونه بفرسته. فیسبوک هم که تازه از رسوایی‌های اخبار درز داده شده و جعلی خلاص شده، میخواد از آزمون بزرگ انتخابات هند سربلند بیرون بیاد. در همین راستا صدها حساب کاربری علکی رو بسته و یک اتاق جنگ برای مدیریت بحران انتخابات تشکیل داده. این اتاق جنگ البته در هند که انتخابات توش برگزار میشه مستقر نیست، بلکه در سان فرانسیسکو که مقر فیسبوک تشکیل شده. گزارشگر ما که رفته بود اونجا میگفت اتاق جنگ یکم حالت سرهم‌بندی داشت. چون این مرکز عملیاتی رو راه انداختیم و نیروی کار متناسب رو از محقق ارزیابی خطر گرفته تا مهندس و کارشناس های داده به کار گرفتیم، وقتی نیاز مبرم بود میتونستیم به سرعت واکنش نشون بدیم. فیسبوک در هند هم یک لشکر از افراد مستقل رو به خدمت گرفته تا صحت مطالب رو بررسی کنند.
استارتاپ نیوز موبایل یک دسته خبرنگار جدید استخدام کرده. خبرنگارهایی که شبکه بین‌المللی راستی آزمایی تاییدشون کرده. کارشون اینه که مطالبی رو که مشکوکه بررسی کنند، دقتشون رو بسنجن و اگه لازمه اصلاحیه بفرستن. این موزل یک موزل جهانیه و پاسخ جهانی میخواد. ضمن اینکه خبر جعلی برای تک تک شرکت‌های صاحب رسانه‌های اجتماعی هم بحران اعتبار ایجاد می‌کنه. بنابراین این شرکت‌ها هم ناگزیرن که این مسئله رو جدی‌تر بگیرن و به خصوص با شرکت‌های رسانه‌ای مستقل همکاری کنن. مشخصه کسانی که دارن کار راستی آزمایی رو انجام میدن کارشون به نحو احسن بلدند، اما مشکل حجم اخبار جعلی تولید شده است و اینکه زمان لازمه که به این اخبار رسیدگی بشه. از طرف دیگه راستی آزمایی یک کار خبرنگاری واقعیه و بسیار زمان بر. در طول زمان بررسی هر خبر یک خبر جعلی دیگه تولید میشه و اثر منفیش میذاره. تا فردی که کارش راستی آزمایی است یک مطلب را بررسی کنه و چیز در موردش بنویسه، 24 ساعت یا 48 ساعت از وقتی که مطلب منتشر شده بود گذشته و در این زمان اون اطلاعات نادرست کمابیش به مخاطبه که باید میرسیده رسیده و فیسبوک هیچ راه نداره که به مخاطبه که مطلب نادرست را دیده بگه این اصلاحیه را هم ببین. مطلبی که معلوم شده جعلیه حذف نمیشه، هرچند توضیحات کسانی که راستی آزمایش کردند میتونه اثرش رو کم بکنه و از جلوی پخش شدن بیشترش جلوگیری کنه، اما مطلب اصلی همچنان سر جای خودش هست. با این حال یک نوع خبر غلط هست که فیسبوک حذفش میکنه. در موارد خاص که یک خبر دروغ معیارهای ما رو نقض کنه و به نوعی به دیگران آسیب بزنه حذف میشه. مثال خوبش اطلاعات نادرست در مورد فرایند رأی گیری و محل اخذ رأی که مردم رو گمراه میکنه. اینجور اطلاعات نادرست خطرناکتر از اشکال دیگه است و کلن حذف میشه. به رغم همه دشواری‌های راستی آزمایی به نظر میرسه که این کار داره به مردم یاد میده هر چیزی رو باور نکنن. از انتخابات قبلی تا این انتخابات واجدین شرایط 84 میلیون نفر بیشتر شدند. آیا نسل رسانه‌های اجتماعی دست دروغ پراکنان و جاعلان اخبار رو خونده؟ به نظرم باید مطلب رو بررسی کنی ببینی راست یا دروغ. نظر من اینه که اگه در مورد چیزی مطلع نیستی بهتره برای کسی نفرستی و شایعه پراکنی نکنی. به نظر میرسه که اخبار جعلی در حوزه‌هایی که رقابت شدیدتر تأثیر بیشتری میگذاره. بعد از رأی‌گیری همه چی روشن میشه و میشه ارزیابی دقیق‌تری داشت از تلاش‌هایی که در تقابل با کسانی هست که میخوان افراد زودباور رو گول بزنن. فول فکت یه خیریه در بریتانیا است که کارش راستی آزماییه. مدیر این خیریه ابعاد مختلف اخبار جعلی به خصوص در مورد انتخابات رو برامون شرح داده. همیشه کسانی بودند که اعتراض میکردن انتخابات به فلان دلیل منصفانه نبوده یا در انتخابات تقلب شده بوده. چیزی که الان در مقایسه با قبل فرق کرده اینه که یک گروه کوچیک مسیر ارتباطی میلیون‌ها نفر رو در اختیار بگیرن بدون اینکه رقیبشون بدونه. الان شما میتونی تبلیغ آنلاین هدفمند بکنی. میتونی به مردهای پیام بدی، به زنهای پیام دیگه، یا حتی مخاطب رو با معیاری بدتر از جنسیت انتخاب کنی. همه این موارد باید شفاف باشه، وگرنه نهاد انتخابات به مشکل برمیخوره. طوری میشه که مردم میگن این اتفاقا همه در خفا و بدون نظارت افتاده و اگه انتخابات یک تجربه مشترک بین همه رای دهنده ها نباشه دیگه تجربه واقعا دموکراتیکی نیست. راستش هنوز نمیدونیم چطور میشه محتویات رمزگذاری شده در چت اپ هایی مثل واتس اپ رو ارزیابی کرد. همین که واتس اپ فوروارد کردن اطلاعات رو یکم محدودتر و سخت‌تر کرده خوبه، ولی در نهایت همه چی به خود کاربرهای واتس اپ بستگی داره یا کاربرهای پیام رسانهای دیگه. این شخصه که باید بگه چیزی رو که مطمئن نیستم درسته برای بقیه نمیفرستم، برای اینکه هیچ کس دوست نداره دوستهای خودش رو فریب بده. پخش اخبار غلط البته چیز جدیدی نیست. گپ و گفت مردم تو کافه ها و میخونه ها صدها سال پیش هم 100% دقیق نبود. قرار نیست دنیایی بسازیم که هیچ کس توش حرف نادقیق یا اغراق‌آمیز نزنه. تنها کاری که باید بکنیم اینه که اونجایی که ممکنه باعث آسیب بشه شناسایی کنیم و به مردم هشدار بدیم.
بگیم اگه داری چیزی برای دیگران میفرستی که چه جوری رأی بدن ولی مطمئن نیستی درسته، قبل از اینکه بفرستی یکم تأمل کن. به نظرم فیسبوک و بقیه پلتفرم ها دارن قدم های مفید و مهمی برمی‌دارن، ولی باید بیش از اینها تلاش کنن. باید محصولشون رو طوری تغییر بدن که کار مردم رو برای اینکه تشخیص بدن به چی اعتماد کنن به چی اعتماد نکنن آسون کنه. باید بیش از این در این باره تحقیق بشه. باید داده هاشون رو در اختیار دیگران هم بذارن. برای اولین بار اجازه دادن کسی از بیرون فیسبوک از کار این پلتفرم سر در بیاره. دارن فرایند راستی آزمایی رو هم به محصولشون اضافه میکنن. اینها به عنوان قدم های اول خوبه، ولی نباید آخرین قدم باشه. این هفته هکرها تونستن چیزی به ارزش 41 میلیون دلار بیت کوین رو از صرافی آنلاین بایننس بدزدن. بایننس با صدور اعلامیه گفته توقع داره در چنین شرایط سختی یک کم درکش کنید. راننده های اوبر در گوش و کنار دنیا در اعتراض به شرایط کاری دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب عمومی همزمان شده با عرضه سهام اوبر در بازار بورس. و گوگل از گوشی هوشمند پیکسل 3A خودش رونمایی کرد با این امید که این محصول ارزون قیمت باعث محبوبیت بیشتر نشان تجاری پیکسل بشه. فورد در حال به کارگیری ربات‌های جدید برای انتقال قطعات تا نیروی انسانیش بتونند کارهای پیچیده‌تری رو انجام بدند. ربات سروایوول با استفاده از فناوری لیدار و تشخیص نور میتونه در محوطه کارخونه حرکت کنه و در صورت مواجهه با مانع راهش رو عوض کنه. جیمی هندریکس، پیت توزنز و کرت کوبین به شکستن گیتار شهرت دارند، اما به نظر میاد دیگه این کار برای گیتاریست‌های آینده عملی نباشه. شرکت مهندسی سندویک سوئد به کمک چاپگر سه‌بعدی گیتار سبکی طراحی کرده که تقریباً غیر قابل شکستنه. و در پایان جشنواره سالانه مت گالا در نیویورک امسال فرصتی بود برای نمایش لباس‌های گوناگون، از جمله این لباس که با 37 گلبرگ چاپ سه‌بعدی آراسته شده بود. این لباس رو زک پازن طراحی و جردن دان پوشیده بود. البته 1000 ساعت زمان برای ساخت این لباس هزینه شده و در نتیجه قرار نیست به این زودی چرخ خیاطی ها بتونن کاری از پیش ببرن. در این گالری در لندن آثار هنری یک ربات رو که با هوش مصنوعی خلق شده به نمایش گذاشتن. تصویرها یه جور برداشت خیلی مدرن از نقاشی‌های سنتی چینی هستن که نقاش‌ها با آب مرکب از مناظر و سفرهاشون می‌کشیدن. اینها بر اساس داده‌های بسیار دقیقی از روی سطح ماه که توسط ناسا و دولت چین در اختیار عموم قرار گرفته نقاشی شدن. هوش مصنوعی جنسیس هیچ تصویری رو دوبار نمی‌کشه. سازندش که میگه این ربات نیمه گم شده شه، معتقد این ویژگی یکی از جذابیت های این رباته. آیا این تصویر رو که نگاه میکنین احساس رضایت میکنین؟ اولین بار که چشمتون بهش میفته چه حسی دارین؟ حس حیرت. واکنشم اینه. اگه من یه همچین چیزی بکشم، استاد نقاشی جوهر دوام میکنه، چون اون نقاشی سنتی که یاد میدن اینجوری نیست. این کارو که قطعاً کردی. اینا با شیوه مرسوم کشیده نشده. تکنیک سنتی نقاشی جوهری چنین نیست. یک جور هنر جدیده. در واقع ما میخواییم عناصر جدیدی به نقاشی سنتی اضافه کنیم و احیاش کنیم. خب نقاش شما بهتره یا ربات؟ اینا محصول همکاری من و رباته. بعضی وقتا خودم خجالت میکشم، نمیدونم بگم نقاشی هام رو ببینن یا نقاشی هامون رو ببینن. اما اگر برای خلق تصویر از داده و عدد و الگوریتم استفاده بشه احتمالاً چیزی کم نداره؟ پشت هر اثر هنری که خلق میشه معمولاً احساسات یک آدم خوابیده یا افکار یک آدم. چیزی از ذهن اون آدم تو اثر هست. اگه شما همه این فرایند رو بسپرین به هوش مصنوعی، آیا همچنان میشه بهش گفت هنر؟ نکته اول اینه که احساسات چیه؟ احساسات در واقع واکنش ماست به محیط اطرافمون.
مثلا در هوای بارونی ممکنه غمگین باشیم و در هوای آفتابی احساس کنیم آینده درخشانه. جز اینه؟ خب اگه من داده هایی بهش بدم که روی کارش اثر بذاره، مثلا محرک های محیطی مثل رطوبت و دما، هر بار محصول کارش متفاوت میشه. میشه گفت در حال حاضر بیشتر تقلید از احساساته، ولی کسی نمیتونه بگه هوش مصنوعی در آینده احساس یا قوه تخیل نخواهد داشت. No one can say that AI will not have emotions or imaginations in the future. و از قضا تعلیم هوش مصنوعی برای خلق آثار هنری داره فراگیرتر میشه. ماه گذشته برای اولین بار یک اثر هنری هوش مصنوعی در حراج ساتبی لندن فروخته شد. اسم تابلو خاطرات عابر شماره 1. خالقش هنرمندی به اسم ماریو کلینگمان که به کمک چیزی که بهش میگن شبکه‌های تقابلی مولد این اثر رو خلق کرده. این شبکه‌ها داده‌های موجود در پورتره‌های رنگ روغن رو می‌گیرن و باهاشون تصاویر جدید و منحصر به فرد می‌سازن. There are multiple parts at work. And of course the most interesting and most important are بخش‌های مختلفی دارن کار می‌کنن. البته جالب‌ترینشون این شبکه‌های عصبیه که خودم آموزش دادم. شما اسمشون رو شنیدید. گن‌ها یا شبکه‌های مختلف تخاصمی. اینجا 6 تا ازشون هست که با هم کار می‌کنن. بنابراین من همشون رو از مواد مختلف در اینجا آموزش دادم. تصاویری از شاهکارهای غربی اروپایی کمک میکنن که این چهره ها ساخته بشن. نمونه های دیگه بافت رو میسازن و چیزی که من ساختم الگوریتمیه که همه اینها رو به هم وصل میکنه. چالش های فنی زیادی برای رسیدن به این نقطه وجود داشت، ولی نمونه هایی که اینجا اجرا میشن ساخته خودم هستن. این از دانش خیلی از پژوهشگران و دانشمندان استفاده کرده که کارشون رو به صورت منبع باز همرسانی کردن، مقاله منتشر کردن و برنامه نوشتن. برای بسیاری تعریف هنر همیشه یک سواله، اما اینکه آیا هوش مصنوعی میتونه هنر تولید کنه البته یه سوال دیگه است. هدف این بوده که تصویر بی نقص از کار در نیاد یا مثل عکس واقعی نشه. The machine shows you everything. There's no pre-selection. این دستگاه به شما همه چیز رو نشون میده. چیزی از قبل انتخاب نشده. انتخاب اولیه در لحظه‌ای که من سامانه رو راه اندازی میکنم اتفاق میفته و بهش میگم محدودیت‌ها به خودت بستگی داره. سعی کن پورتره هایی رو بسازی که سبک نقاشی های قدیمی رو دارن، اما در این حال به اندازه بهت آزادی میدم که هرچی بکشی درسته. منظورم اینه که این حلقه بازخورد جایی به وجود میاد که دستگاه در بین اون چه که تازه ساخته دنبال چهره ها میگرده و گاهی اوقات اونا رو تشخیص نمیده. این همون زمانیه که به حالت عجیبی میفته که فقط نویز داره و از تصویر خالیه، اما بعد برمیگرده. این همون جاییه که من سعی میکنم به کار تصادفی شانسی بدم. من سعی نکردم همه چیز رو زیبا کنم. میتونستم کاری کنم که پورتره های تولیدی رو هی با هم مورف کنه. اما تصور کنید این 10-20 سال روی دیوار شما آویزونه. اگه همیشه پورتره هاش زیبا باشن، انتظار میره نقاشی بعدی هم زیبا بشه و چنین چیزی در نهایت خسته کننده میشه. پس وضع اینه و اینکه چگونه با این نمونه ها کار میکنه. بنابراین این پویایی بین چیزهایی که گاهی حتی یک چهره هم نیستند. گاهی ممکنه یه چهره تلخ و بعد یه صورت زیبایی باشه. شما هرگز نمیدونید با چه چیزی ممکنه برخورد کنید. بنابراین اگه این کار در مورد یه الگوریتم بود نه هنر، خریدارش بابت پرداخت 40,000 پوند چه چیزی عایدش میشد؟ خب یه سری کد که احتمالاً تا ابد بعد دوام پیدا کنن، به علاوه این 2 صفحه نمایش برای مشاهده و این کمد برای پوشش مغز این کار. این فرم جدید هنری برای چنین بازار حراجی یک چالش جدید محسوب میشه، ولی به نظر میرسه که اونا راه و چاهش رو پیدا کردن. ما هیچ وقت با یه کار هنری که هر وقت میبینیش تغییر میکنه سر و کار نداشتیم. این رو هر وقت که میبینی یه کار متفاوته. مثلا فردا کار دیگه ای خواهد بود و هر کسی که این رو بخره چیزی داره که همیشه تغییر میکنه و خودش از خودش یاد میگیره. همچنین یک کپی از داده هاش به شکل رمزگذاری شده در کلاود وجود داره. بنابراین اگه فناوری تغییر کنه ما همیشه میتونیم اونو باهاش انطباق بدیم.
فکر نمایشگر منعطف سال هاست که مطرحه. در کلیک هم سیر این فکر و عملی شدنش رو دنبال کردیم. حقیقتاً خیلی وقت قرار ساخته بشن. اول باید منتظر می شدیم فناوری OLED بیاد که میشه باهاش ابزار الکترونیکی ساخت که اونقدر قابل اعتماد ارزون باشن که در کشاکش در سنگ زیرین آسیا باشن و خلاصه خم بشن تا بشن اما طاقت بیارن. و امسال بالاخره چند شرکت موفق شدن محصولی با این مشخصات تولید کنند. شاخص‌ترین نمونه موبایل های تاشو گلکسی فولد سامسونگ به قیمت ناچیز 1980 دلار. صفحه روی موبایل کوچکتر و باریکتر از چیزی که بهش عادت دارید، ولی اصل ماجرا تبلت 7.3 اینچیه که اون وسط پنهان شده. اگه دقت کنید چین و چروک وسط صفحه رو میبینید. البته وقتی صفحه روشن‌تر باشه سخت‌تر دیده میشه. وقتی باز و بستش میکنید هر اپلیکیشنی که روی یک صفحه بازه بلافاصله با اندازه درست میره روی اون یکی صفحه. روی نمایشگر بزرگ میشه تا 3 تا اپلیکیشن رو همزمان باز کرد و هر جور خواست جابجا کرد. وزن گوشی هم برخلاف انتظار زیاد نیست. از استم پلاس سنگین تره ولی از آیپد مینی سبک تر. بنابراین بستگی داره با چی مقایسش کنی. اما در مورد صفحه تاشوش، واقعیت اینه که کاملا تخت نمیشه. بعضیا میگن ممکنه که از سکای توی جیبت بره لای درز وسط صفحه و داغونش کنه. سامسونگ ادعا کرده بود میشه تا 200,000 بار باز و بستش کرد، ولی کسایی که آزمایش کردن گفتن صفحه ایرادهای عجیب و غریب داشته و این ایرادها اونقدر جدی بوده که سامسونگ مجبور شد عرضه موبایل رو تا اطلاع بعدی به تعویق بندازه. نمیدونم تا حالا شهاب باره دیدید یا نه. اگه کسی خوش شانس باشه در طول زندگیش میتونه چند باری اون رو ببینه. اما چی میشد اگر میتونستیم زمان و مکان عبور این اجرام آسمانی رو پیش بینی کنیم؟ محشر میشد. کیت راسل همکار ما رفته به ژاپن به سراغ دانشمندانی که میخوان اختیار آسمان شب رو هم در دست بگیرند. 3, 2, 1 حرکت. آدم در زندگی عادی اونقدر به یه شهاب واره نزدیک نمیشه. اون یکی سبزه. این مدل سازی برخورد شهاب سنگ با جو زمین و سوختنش بخشی از برنامه بلند پروازانه ژاپنی است برای اینکه در فضا یه آتش بازی راه بندازن که از 200 کیلومتر اون طرفتر هم قابل دیدن باشه. از سال 2016 که اومده بودیم اینجا همچنان دارن روی این فناوری کار میکنن. میخوان به اندازه کوچیکش کنن که بشه فرستادش فضا. فرستادن راکت به فضا کار گرونیه. هر یک گرم هم مهمه. بسیاری از شهاب‌واره ها در واقع اندازه دونه کنجدن. بنابراین این بزرگتر از شهاب‌واره واقعیه و این به طور کامل در لایه بالای جو میسوزه. بنابراین بسیار نورانی خواهد بود و روشناییش بیشتر طول میکشه. یک سال دیگه مونده تا ماهواره به مدار پایین‌تری که سازمان‌های فضایی جهان خالی کردن برسه و این گلوله ها رو رها کنه. So the particles sit inside this cylinder. ذرات داخل این استوانه قرار میگیرن و یکی یکی میچرخن وارد این یکی محفظه میشن. این پایین، ولی توی محفظه مرکزی. بعد از پشت بهشون فشار میاریم از اینجا و بعد ولشون میکنیم. از اینجا پرتاب میشن بیرون. صحیح. بله، یکی یکی. برای اینکه مهمترین عامل در دقت کار سرعت پرتاب ذره است. هیچ سیستمی در دنیا نداریم که برای این کار به اندازه کافی دقیق باشه. شرکت ژاپنی تاریخ اولین آتش‌بازی فضاییش رو اعلام نکرده، ولی میشه حدس زد که دارن سعی میکنن برای المپیک 2020 آمادش کنن. هدفشون اینه که در آینده بتونن همین کار رو با رنگ‌های مختلف بکنن. این یکی از موادیه که امروز آزمایشش میکنن. همین الان گذاشتنش سر این میله. درست نمیدونیم چطور قراره بسوزه، نورش چه رنگی خواهد بود، چقدر نورانی خواهد بود، ولی خاصیت آزمایش همینه که اینجا معلوم میشه. قطعا منظره حیرت انگیزی میشه، ولی به لحاظ علمی هم مهمه.
در حال حاضر علم مربوط به اجرام آسمانی زیاد شناخته شده نیست. یک حوزه گسترده تحقیقاته و دانشمندانی که در این حوزه کار میکنن نه جرم اینها رو میدونن، نه میزان نورشون رو، نه ترکیب شیمیاییشون رو. حتی نمیدونن این اجرام آسمانی عامل پیدایش حیات روی زمین بودن یا نه. چون سیستم ما خیلی دقیقه، میتونیم به دانشمندا یا کسایی که با ما کار میکنن بگیم دوربینشون رو دقیقاً رو به کجا بگیرن که بتونن واقعه رو ثبت کنن و داده رو به دست بیارن. اینکه آتش بازی با پیشرفت‌های علمی ربط داشته باشه عجیب نیست. حدود 2000 سال پیش کیمیاگرهایی که دنبال معجونی برای حیات ابدی بودن به طور تصادفی ترقه رو اختراع کردند. و از اونجا بود که اولین و بنیادی ترین درکی که از نیروهای طبیعت داریم شکل گرفت. بنابراین این پروژه هم ممکنه آغاز یک فصل تازه در تحقیقات علمی باشه، ضمن اینکه قطعاً چیز خیلی زیبایی خواهد بود. به پایان یکی دیگر برنامه کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه دیگه ما اونجا در دسترس هستند. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.